دوستان عزیز کتاب بسیار ارزشمند جنایت و مکافات نوشته یه داستایوفسکی داستایوفسکی داستا به اینا ب... توی انگلیسی هم تلفظش در واقع توی زبونهای دیگم به طور متفاوت تلفظ میکنم و یکی از متخصصین امر میگه کلا تلفظش مشکله خدمت شما تقدیم میشه این کتاب در سال 1866 در زمان ناصرالدین شاه قاجار در ایران و در سالی که الکساندر دوم در روسی حکومت می کرد در مجله پیام روس منتشر شد این کتاب رو احتمالا ممکنه خونده باشید چون صدها میلیون نفر این کتاب رو خوندن و مورد بحث بوده این کتاب و مقالات و مطالب مفصلی در موردش نوشته شده چرا این کتاب اهمیت داره و متفاوت از قصه های عاشقانه یا قصه این که در فلان روستای خانی بود یه نفر قلدر بود رفت جلوش واساد نظرش خان زور بگه در این محدوده ها یه مسئله خیلی کلی تر و اساسی تری رو در مورد اندیشه و افکار و برخورد ما انسان ها مطرح میکنه در واقع داستایوفسکی هم دور که قبلا عرض کردم خدمتتون الهام بخش نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی بوده یک سوال اخلاقی رو مطرح میکنه این کتاب که بسیار مهم این سوال یک قاعده کلی در مورد بشر وجود در مورد انسان وجود داره در مورد انسان های سالم مگه حالا دیگه طرف واقعا روانی یا زنجیری نباشه و اون اینه که هیچ انسانی چه خوب چه بد حاضر نمیشه و جرأت نمیکنه کسی دیگر رو بکشه یا آزار بده مگر اینکه قبلا اون فردی رو که میخواد آزار بده یا بکشه از مقام انسانیت پایین آورده باشه چه شکلی میشه کسی رو از مقام انسانیت پایین کشید بنده فرض کنید که مسیحی کاتولیکم با یک ارتودکسی یا با یک پرتستان برخورد میکنم و فکر میکنم این از دین خارج شده پس بشر نیست مطابق عقایدی که من دارم پس حقشه که کشته بشه یا اگر شیعه هستم یا سنی هستم هنفیم هم همبلی رو بکشم انقلابی رو بکشم ضد انقلاب رو بکشم کافر رو بکشم ببینید یک دلیلی میخواد حتی بدگوییهایی که آدمها در مورد همدیگه میکنند تلاششون اینه که طرف رو از مقام انسانیت تا حدی بیارن پایین برای اینکه اگر کار بدی در حقش کردن خودشون رو از پیش توجیه کرده باشند و اما یک گروه اصلا از ابتدا از هر گونه معاخذه وجدانی انسانی معافن و اونم هم که ایدئولوژی دارن ایدئولوژی مذهب یا غیر مذهبی برای اینکه ایدئولوژی جایگزین وجدان اونها میشه به خاطر همینه که توی عربستان سعودی طرف مسئول گردن زدن گردن رو میزنه فکر میکنه کار بسیار خوبی هم کرده سواب برده جایگاهش در بهشت محکم شده و با اشتهای تمام نهارش هم میخوره و شاید با همسرش همخوابگی کنه کسانی که ایدولوژی های مارکسیستی رو دارن به راحتی یادم میکشن به خاطر ایدولوژیشون و به اعتقاد اونها هدف وسیله رو توجیه میکنه و تمام سؤال داستایوفسکی در این کتاب اینه که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ آیا یک نتیجه اخلاقی یک کار غیر اخلاقی رو توجیه میکنه یا نه؟ و این باز برمیگرده به عقاید جرمی بنتام که یک از آدم های بوده آدمی که در سه سالگی شروع کرده حالا انگلیسی که میدونسته لاتین رو خونده و یاد گرفته و پیوسته پشت میزه پدرش مشغول مطالعه بوده در هفت سالگی بیالون رو یاد گرفته و و خیلی سریع میتونست آثار بزرگان رو به زناد نابغه بوده واقعا از هر بابت اگر زمانی فرصت پشت زندگی این جرمی بنتام رو خدمتتون عرض خواهم کرد یک ایده رویشون مطرح کرد و که بهش میگن سودمند گرایی یعنی اینکه سود و نفع جمع مهمتر از نفع فرده بنابراین شما میتونید یک منافع گروه کوچکی رو فدا کنید برای بهبود وضعیت یک جمع بزرگتر در کتابی که قرار داستانش رو خدمتون ارز کنم یا احتمالا داستانش رو قبلا خوندید و میدونید این مسائل مطرحه به خاطر اینکه خدمتون رو کردم در روسیه زبون فرانسه زبون علم بود و همچنین زبان اشراف و به راحتی میتونستن داستانی رو که در اروپا مطرح میشه اگر به فرانسه بشه بخونند و از اون چه که در اروپا میگذره در عالم فکر و اندیشه آگاه بشند روسیه قرن نوزدهم در واقع یک دیگی بود که این اندیش های مختلف علمی، مذهبی و همچنین اسلاویک خاص روسیه درش میجوشید و پدران و پسران ایوان ترگنیف هم یا پدران و فرزندان در واقع تا یه حدی میشه گفت اشاره به شکافی که بین نسل داشت به وجود می اومد داره بنابراین شما در طی این داستان مستقیما با عقاید بنتام روبرو هستید که آیا اگر بنده فرض کنید دوستم رو فدا کنم برای اینکه ده نفر یا صد نفر وضعشون بهتر بشه این کار من اخلاقیه یا نه اون نتیجه اخلاقی وسیع آیا این کار غیر اخلاقی رو توجیه میکنه یا نه با یک عقیده دیگری هم باز در این داستان روبرو هستیم و اونم عقاید آدولف کتله بلژیکیه این آقای آدولف کتله ستاره شناس و ریاضیدان و همچنین متخصص آمار بود و جامعه شناسم بود یک نکته رو متوجه شد که در هر جامعه ای شما در هر شرایطی یه تعدادی خودکشی دارید یه تعدادی ازدواج یک میزانی طلاق یک میزانی فاحشه و اینها تقریبا میشه گفت نزدیک به همه پس هر جامعه ای محکومه که این رو داشته باشه تا چه حد درست باشه این قطعا خب منطقی به نظر نمیرسه برای اینکه شما آمار تصادف رو در ایران مقایسه کنید و مثلا با یک کشور پیشرفته ملازم میفرمایید که هم به خاطر اتومبیل خوب و جاده خوب و همچنین به خاطر فرهنگ رانندگی درست آمار تصادف خیلی پایین تره این نکته رو راسکولنیکوف قهرمان این داستان در برخورد با یک دختری که ممکنه به فرشا کشیده بشه متوجه میشه و فکر میکنه که آیا اگر اونطور که کت کتله میگه به هر حال جامعه محکوم به اینکه فاشی داشته باشه من کنم خب به کارش یا اینکه نه اگه امکان نجاتش رو دارم نجاتش بدم یک عقیده دیگری هم باز عقاید داروین بود که البته در روسیه مورد توجه قرار گرفته بود در همون زمان ها قبل از اینکه هربرت اسپنسر یا توماس مالتوس اینها مطرح کنند داروینیزم اجتماعی رو تا یه حدی در افکار و اندیشه روزها به نوعی منعکس شده بود داروینیزم اجتماعی که آیا این درسته یا نه؟ مطابق تئوری داروین در طبیعت بقاع انسب حاکمه یعنی هر کی که قوی تره میمونه البته قوی معانی مختلف داره برای انکبوت تار خوب تنیدن قدرت برای یک آهو فرار کردن برای یک شیر تعقیب کردن و برای هر حیوانی چیزی این انصب به معنی ضرورتا قدرت نیست در جوامع هم میگن خب همینطوره ما باید جامعه رو رها کنیم جامعه مثل حیوانات با هم بجنگن بهترین ها بمونن چه ضرورتی داره ما بیایم در این روند مداخله کنیم و به خاطر همین اشاره میکنه در همین داستان که در انگلستان قانونی گذشته که کمک به کسانی که از نظر مالی ضعیف هستند رو منع کردند یک اشاره در داستان هست به این مطلب که این هم تا یه حد زیادی در ارتباط با همون داروینیزم اجتماعی شاید بوده باشی یا اشاره به اونه در اون زمان در روسیه ببینید توی داستان یه جا الکساندر داره با رازکولنیکوف حرف میزنه و میگه روزنامه میخونه میگه آره میگه اخیرا آتش زیاد شده همین رو میگه و میگذره برای یه کسی که روسیه اون زمان رو نشناسه این معنایی نداره خود آتش سوزی شده دیگه در صورتی که در اون زمان گروه های چریکی و زیرزمینی به وجود اومده بودند سه گروه فکری سوسیالیستا، پوپولیستا و نهیلیستا که همشون تقریبا عقاید اجتماعی و انسان دوستانه داشتند فعالیت می کردند در کنار گروه های زیرزمینی دیگری مانند فراماسون ها که به هر حال مدیریت انقلاب آمریکا رو کرده بودند مدیریت انقلاب فرانسه رو کرده بودند این گروه و چه بسا حتی مدیریت انقلاب روسیه رو بعدها کردن که البته در این مورد آخری بنده مدرکی یا چیزی ندیدم تا کنون ولی خب به هر حال این گروه های زیرزمینی بعضیاشون به جنگ مسلحانه و اعمال تروریستی رو کردند و سوال اصلی اینه که آیا اعمال این تروریست ها که آدم میکشند کار درستی هست یا نه آیا هدف و نتیجه انسانی که دارند این اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی رو توجیه میکنه یا نه که در یه برخوردی وقتی که بازپرس با راسکولنیکوف حرف میزنه میگه چنین عقایدی اگر گسترده بشه و جنبه عمومی تری پیدا کنه میتونه به فاجعه هایی که باعث مرگ میلیون ها میشه بیانجامه و جالبه که این اتفاق میفته یعنی وقتی که انقلاب روسیه پیروز میشه دقیقا در نتیجه این ایده که در عمل حداقل در روسیه موفق نبود در چین موفق نبود ولی باعث کشتارهای میلیونی شد این چریک های تروریست در روسیه در اون زمان مقامات دولتی رو میکشتند و این رو میذاشتن به حساب اینکه دارن با دیکتاتوری مبارزه میکنند و همچنین یک بار به الکساندر دوم تلاش کردن بکشنش تیراندازی کردن که موفق نشدند اما بار دوم موفق شدند و کشتنش اتفاقا ترور اول الکساندر دوم مصادف بود با سال انتشار کتاب 1866 ولی این فعالیت زودتر شروع شده بود و مقامات دولتی رو این چریک های تروریست زودتر کشتارشون رو شروع کرده بودند و سالها بعد از چاپ این کتاب بود که نهایتاً الکساندر دوم که اتفاقاً رفرمیست بود و میخواست واقعا خیلی چیزها رو در روسیه درست کنه به دست این تروریست ها کشته شد یکی دیگر از اقدامات این چریک ها ایجاد حریق و آتش سوزی بود بنابراین این یک جمله داستان که بین الکساندر و راسکولنیکوف مبادله میشه اشاره به این قبیل فعالیت های چریکی در کشور داره یک نکته آخری هم عرض کنم خدمتون که همان که قبل از انقلاب در ایران دانشگاه و دانشجو اعتبار اجتماعی خیلی بالایی داشت در اون زمان در روسیه هم همینطور به خاطر همینه که راسکولنیکوف خیلی جا میگه من دانشجوی سابق هستم و همین در دید عموم براش اعتبار کسب میکنه این تروریست ها یا چریک ها هم در واقع از توسط بعضی ها به عنوان اینکه آدمای شجاعی هستند مورد تحسین قرار می گرفتند ولی نظر عموم چندان نسبت بهشون مثبت نبود مگر بین همین گروه های سوسیالیست و پوپولیست و نهیلیست و غیره که در اون زمان به وجود اومده بودند و اون هم شجاعتشون ستایش میشد اما امروزه ما میدونیم که شجاعترین افراد طالبان بودن که یه سیب خودشون میبستند و میرفتن وسط جمعیت منفجر میکردن هم خودشون میمردن هم دیگران رو میکشتن بنابراین ضرورتا اگر کسی کار شجاعانه ای بکنه شجاعت اون فرد توجیه درستی کارش نیست دوستان عزیزم من کوتاه میکنم این قسمت رو و در پایان داستان بر اینکه اگر الان بخوام توضیح بدم مسائل دیگر این داستان رو اون رو از بین بردم و شهید کردم و بسیاری از حکایتهایی رو که باید به تدریج بخونید و باهاش پیش برید رو برملا کردم این رو میذارم برای آخر کتاب و کتاب که تموم شد خدمتتون یک تحلیل کوتاه راجع به اینکه در هر بخش نویسنده چی میخواد بگه و به چی اشاره داره رو خدمتون عرض خواهم کرد جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی بخش اول غروب گرم یکی از روزهای اوائل جویه جوانی از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پس کوچه سین اجاره کرده بود به کوچه گام نهاد و آهسته به حالتی تردیدآمیز به سوی پل که روان شد هنگام گذشتن از پله ها از برخورد با صاحب خانه خود در امان مانده بود اتاق کوچک او درست زیر سقف خانه بلند پنج مرتبه ای واقع شده بود و بیشتر به گنجه میمانست تا به محل اقامت این اتاق کوچک را با نهار و خدمتکار اجاره کرده بود صاحب خانه زیر پلکان او در آپارتمانی جداگان منزل داشت و جوان مجبور بود برای رفتن به خیابان هر بار از کنار آشپزخانه صاحبخانه که در آن همیشه رو به پله ها باز بود بگذرد هر بار که از آنجا میگذشت احساس ترس و ناراحتی شدیدی میکرد که موجب شرمندگیش میشد و از این احساس خطوط چهرهش در هم میرفت جوان به خانم صاحب خانه بدهکاری بسیار داشت و از برخورد با او میترسید اما نه اینکه خیلی ترسو و کمرو باشد بلکه درست به عکس آن بود و فقط از چندی پیش دچار حالتی عصبی و نوعی ناراحتی شده بود که به مالی خولیا میمانست. آنچنان در خود فرو رفته و از همه دوری میجست که نه تنها از برخورد با صاحب خانه بلکه از هر برخورد دیگری هم حراس داشت. فشار فقر خوردش کرده بود. هر چند در این اواخر حتی این وضع ناراحت هم دیگر عذابش نمیداد. به کارهای لازم زندگی خود نمی رسید و نمی هم برسد. در واقع از هیچ صاحب خانه ای، حتی اگر علیه او خیال توت چینی هم می داشت، واقعا بیمناک نبود. اما ترجیح میداد که چون گربه ای زد و کسی او را نبیند تا اینکه میان پله ها ایستد و به هر سخن ناهنجاری گوش دهد. به لاتی که اصلا مربوط به او نبود، به درخواست پرداخت پول، و تهدیدها و شکایتها و وقت تازه مجبور هم باشد دست و پا کند و پوزش بخواهد و دروغ بگوید اما این بار ترس از برخورد با طلبکار خود او را هم وقتی وارد کوچه شد به حیرت انداخت با تبسمی پرمعنی اندیشید به چه کاری میخوام دست بزنم و اون وقت از چه مزخرفاتی میترسم هم بله همه چیز در دست انسانه اما از توانایی خودش استفاده نمیکنه چون ترسوه. این دیگه واضحه راستی مردم از چه چیزی بیشتر میترسند؟ از قدم تازه و از سخن تازه و بدی خودشون بیشتر از هر چیزی میترسم. اما بعد بگم که پر حرف میزنم و چون پر حرف میزنم کاری انجام نمیدم یا شاید چون کاری انجام نمیدم زیاد حرف میزنم پر حرفی رو در همین ماهای اخیر یاد گرفتم که تمام شبانه روز رو در گوشه دراز کشیده و فکر شاه وز وزک رو میکردم خب حالا برای چی میرم؟ مگه من عرضه ای اونو دارم؟ مگه این جدیه؟ نه هیچ جدی نیست فکر و خیال عوضیه دلم رو خوش میکنم یه یعنی نوع سرگرمیه بله شایدم واقعا سرگرمی باشه گرمای وحشتناک و خفگی و شلوغی و آهک و تیرهای ساختمان و آجر و گرد و خاک خیابان را گرفته بود و همه اینها بوی گند مخصوصی در هم آمیخته بود همان بویی که به مشام هر فرد پترزبورگی که توانایی اجاره خانه ییلاقی را نداشته باشد آشناست همه اینها اعصاب از هم گسیخته جوان را به طور ناگواری تحریک کرد بوی افن غیر قابل تحمل مشرو و فروشی هایی که به خصوص در این ناحیه شهر بیشمارند و مردم مستی که با وجود روز عادی هفته هر آن به چشم می خورند منظره دلخراش و تنفر انگیز را تکمیل می کردند لحظه این نفرت عمیقی در چهره زریف جوان پدیدار شد راستی ناگفته نماند که او بسیار زیبا بود چشمانی گیرا و پررنگ، موهای خرمایی، قدی بلندتر از معمول و هیکلی باریک و متناسب داشت. اما به زودی در اندیشه ای عمیق یا بهتر بگوییم، در نوعی فراموشی فرو رفت و دیگر بدون اینکه متوجه اطراف خود باشد یا بخواهد متوجه آن باشد، به راه خود ادامه داد و فقط گاهی زیر لب چیزی با خود زمزمه می کرد. این هم از روی عادتی بود که به صحبت کردن با خود داشت و هماکنون بدان اعتراف کرده بود در این لحظه خود میفهمید که ناتوانی بسیار بر او چیره شده است و افکارش در هم میشود دومین روزی بود که تقریبا هیچ نخورده بود لباسش به قدری مندرس بود که شخص عادی دیگری با چنین لباس ژنده از رفتن به کوچه آن هم میان روز امتناع میکرد اما این ناحیه آنچنان بود که وضع لباس کمتر میتوانست کسی را به تعجب اندازد نزدیکی میدان سننیا، کسرت موسسات مشهور و ساکنانی که بیشتر به کارهای فنی و علمی میپرداختند و در این کوچه و پس کوچه های وسط پترزبورگ میلولیدند به قدری منظره این ناحیه را رنگین میکردند که تعجب از دیدن بعضی موجودات عجیب حتی شگفت می نمود. اما دل جوان به قدری از تنفر آمیخته به کینه لبریز بود که با وجود نکته بینی ناشی از جوانی وی یکتون در وسط خیابان کمتر از هر چیز از دباس های جنده خود ناراحت بود. البته برخورد با بعضی از آشنایان و رفقای قدیم که دیدارشان اصولاً برای وی خوشایند نبود، امر دیگری بود. با این همه، وقتی شخص مست عقلی که معلوم نبود در این هنگام برای چه و به کجا می بردندش و چرا در گاری بزرگ خالی که به یابوی قوی هیکلی بسته شده بود در خیابان می با دست به او اشاره کرد و از بن حلق فریاد زد آی کلا دوز آلمانی جوان ناگهان ایستاد و با لرزشی عجیب دست به کلاه خود برد کلاهش بلند گرد بدون لبه و از اجناس مغازه معروف زیمرمان بود که دیگر به کلی کهنه و بور و پر از سوراخ و پر لکه می نمود و از یک طرف به کلی کد شده بود. حالتی که بر جوان مستولی شد خجالت نبود بلکه چیزی شبیه ترس سراپای وجودش را فرا گرفت. با ناراحتی زمزمه کرد. می همین فکر رو هم می کردم. این دیگه از همه بدتره. یک چنین مزخرفی یه چیز کوچک بی اهمیتی ممکنه تمام نقشه ها رو خراب کنه بله این کلا زیادی به چشم میخوره که و به همین جهت جلب توجه میکنه با این لباس های مندرس حتماً کپی لازمه یا چیزی شبیه شب نه این کلاه بد ترکیب هیچکس از این کلاه سرش نمیذاره از فاصله یه برسی متوجهش میشن و اونو به یاد میسپرن از همه مهمتر که بعدا به یادشون میاد و این خود گذکی میشه در یه چنین مواردی باید هر چی میشه کمتر به چشم خورد این نکات کوچک از همه مهمترن همین امور کوچکه که همیشه همه چیزو خراب میکنه راه جوان دور نبود حتی میدانست چند قدم تا در منزلش فاصله است درست 706 قدم یک روز که زیاد به فکر و خیال فرو رفته بود قدمها را شمرده بود در آن هنگام حتی خودش هم هنوز این تخیلات خود را باور نمی داشت و فقط با جسارت فریبنده و منحوس آن خود را تحریک می کرد. اما اکنون پس از یک ماه کم کم نظر دیگری پیدا می کرد. با تمام سخنان ناراحت کننده ای که درباره ناتوانی و تردید خود به خیشتن می گفت دیگر فکر منحوس را خواه ناخواه کار خود می شمرد. هرچند هنوز کاملا به خود اعتماد نداشت حتی اکنون میرفت که آنچه به عهده گرفته بود بیازماید و با هر گامی که بر می اضطرابش بیشتر و بیشتر میشد با تپش قلب و لرزشی عصبی جوان نزدیک خانه بسیار بزرگی رسید که یکی از دیوارهایش مشرف به نهری بود و دیوار دیگرش به خیابان این خانه مرکب از آپارتمان های کوچکی بود که ساکنان آن را کارمندان جزء و انواع مختلف پیشوران روسی و آلمانی تشکیل میدادند که غالبا خیاط، نجار، آشپز یا دخترانی بودند که تنها با زور بازو امرار معاش میکردند وارد شوندگان و خارج شوندگان مرتبا از دو در ورودی به داخل یا خارج دو حیات این خانه میدویدند خانه مزبور سه یا چهار دربان داشت جوان از اینکه با هیچ کدام آنها برخورد نکرد بسیار خوشنود بود و بدون سر و صدا فورا از در ورودی به طرف راست پیچید و به حالت دو از پله ها بالا رفت راه پلکان باریک و تاریک بود و راه آمد و رفت خدم محسوب می شود. اما دیگر همه اینها را می دانست و آموخته بود و از آن خوشش می آمد. چون در این تاریکی حتی نگاه شخص کنجکاو هم بی خطر بود. هنگامی که به طبقه چهارم رسید بی اراده با خود اندیشید من که در این موقع اینقدر می ترسم پس اگه واقعا طوری پیش می اومد که به اصل کار می رسیدم چی می شود؟ در اینجا باربرانی که از سربازان باز نشسته بودند و مبله یکی از آپارتمان ها را بیرون می راه او را صد کردند از پیش می دانست که در این منزل یکی از آلمانی هایی که کاری اداری داشت با خانواده خود ساکن بود اما گویا دارن اسباب کشی می کنن. بنابراین در طبقه چهارم و در این محوطه تا مدتی فقط منزل پیرزنه اشغاله بسیار خوب فرصتیه و با این فکر زنگ خانه پیرزن را زد زنگ آهسته به صدا درآمد چنانکه که گویی از حلب ساخته شده است نه از مس زنگ آپارتمان های کوچک این جور خانه ها تقریبا همه چنینند جوان دیگر صدای این زنگ را فراموش کرده بود و اکنون گوی همین صدا چیزی را ناگهان به یادش آورد و خوب در نظرش مجسم کرد یک کی خورد این بار اعصابش زیاد از حد ضعیف شده بود کمی بعد در به اندازه شکافی ناچیز باز شد. صاحب خانه با بی از لای در مهمان ناخوانده را برانداز می کرد. در تاریکی فقط چشمان کوچک براغش دیده می شد. اما همین که در پاگرد پله ها عده زیادی را ملاحظه کرد، جرأت یافت و در را کاملا گشود. جوان از آستانه قدم به سرسرای تاریکی نهاد که با تجیری مسدود شده و آن طرفش آشپزخانه بود. پیرزن در مقابل او بی صدا ایستاده بود و با نگاهی پرسنده به او مینگریست. زن نحیف و خشکیده شست ساله می نمود. چشمانی تند و شرور داشت، بینیش تیز و کوچک و موهایش صاف و نامرتب بود. زلفای بور سفید شده او خوب با روغن چرب شده بود. به دور گردن بلند و باریکش که به پای مرغ میماند پارچه ای پشمی پیچیده شده و بر روی شانههایش با وجود گرما نیمتنه پوستی که از کهنگی زرد شده بود آویزان بود. پیرزن مرتب صرفه می کرد و مینالید. گویا جوان نگاه مخصوصی به پیرزن افکند زیرا ناگاهان در چشمان او باز همان بی ظاهر شد. جوان که به یاد آورد باید مهربان باشد نیم تعظیمی کرد و با عجله گفت بنده راسکولنیکوف دانشجو هستم یه ما پیش خدمتتون رسیده بودم پیرزن که نگاه استفهام آمیز خود را از چهره او بر نمی شمرده شمرده گفت یادمه آقا جون خوب یادمه که اومده بودین راسکولنیکوف از بی اعتمادی پیرزن کمی ناراحت و متعجب شده بود به سخنان خود ادامه داد بله و باز برای همون کار و با احساسی نامت بو اندیشید شاید اون همیشه این طوریه و اون بار متوجه نشده بودم پیرزن ساکت ماند گویی در اندیشه فرو رفته بود سپس کنار رفت و با اشاره به در در حالی که مهمان را به جلو انداخت گفت بفرمایید آقا جان جوان داخل اتاق کوچکی شد که دیوارهایش را کاغذ زرد رنگی پوشانده بود و پشت دری نازک داشت و روی آستانه پنجره هایش گلدان های شمدانی قرار گرفته بود اتاق اکنون از نور خورشید غروب کننده که بدان میتابید کاملا روشن بود پس در اون وقت هم خورشید همینطوری میتابه و با این فکر که گویی اتفاقا از مخیلش گذشت راسکولنیکوف نگاهی تند به تمام اشیاء اتاق انداخت تا هر قدر ممکن باشد وضع اتاق را بهتر بداند و به خاطر بسپارد اما در اتاق چیز به خصوصی نبود تمام مبل اتاق که خیلی کهنه و از چوب زرد رنگی ساخته شده بود عبارت بود از نیمکتی که تکیگاه چوبی آن بسیار بزرگ و محدب می نمود. میز بیزی شکلی که در مقابل نیمکت قرار داشت میز توالتی که آینه ی آن بین دو جرز اتاق جا گرفته بود چند صندلی کنار دیوار و دو سه تصویر بسیار ارزان که دختر خانم آلمانی را پرنده به دست مجسم می کردند و در قاب زردی به دیوار نصب شده بودند تمام اساسی همین بود در گوشه این مقابل تصویری نسبتاً کوچک پیسوزی روشن بود همه چیز بسیار تمیز مینمود، نمود هم کپ اتاق و هم مبل ها به قدری روغن خورده بودند که می درخشیدند. جوان اندیشید که این کار الیزابت است. در تمام این منزل اثری از گرد و خاک دیده نمی شد. راسکولنیکوف فکر خود را دنبال کرد. فقط پیش پیر شرور و بدجنس همچین نظافتی رو میشه دید و با کنجکاوی چشم به پرده چیتی دوخت که مقابل در کوچک اتاق دیگر آویزان بود. در آن اتاق تخت خواب پیرزن و گنجش قرار داشت. راسکولنیکوف هرگز تا به حال در آن نظر نینداخته بود. تمام آپارتمان شامل همین دو اتاق بود. پیرزن چون وارد اتاق شد مانند سابق مقابل جوانی ایستاد تا درست به صورت او نگاه کند و با لحنی جدی پرسید چی میخوایی؟ گروی آوردم اینه. و با این کلمات جوان ساعت تخت نقره ای را که در پشت آن کره ای ترسیم شده بود از جیب بیرون آورد زنجیر ساعت فولادی بود گروی سابقم که مدتش سر اومده سه روز پیش یک ماه تموم شد من نزول یک ماه دیگرم میدم صبر کنین این دیگه بسته به میل من آقا جون که صبر بکنم یا جنس شما رو بفروشم آلینا ایوانونا بابت این ساعت پول زیادی میدید؟ چیزایی مزخرفی میاری آقا ارزشی نداره برای اون انگشتر کوچک دفعه پیش دو اسکناس بهت دادم در صورتی که نوش رو هم از جواهر فروشی میشه به یک روبل و نیم خرید خب چهار روبل بدین بعد اون رو از گرو در میارم مال پدرم بود به زودی پولم میرسه اگر میل داشته باشید یک روبل و نیم میدم و نوزلش هم قبلا میگیرم جوان بانک زد یک روبل و نیم پیرزن ساعت را به سوی او دراز کرد و گفت میل میل شماست جوان آن را گرفت و به حدی برا شفت که خواست برود اما فورا به خود آمد و به یاد آورد که جای دیگری را نمیشناسد و مقصود دیگری هم از آمدن به اینجا داشته است با خشونت گفت بدید. پیرزن دست در جیب کرد تا کلید را درآورد و به پشت پرده به اتاق دیگر رفت. جوان که در وسط اتاق مانده بود با کنجکاوی گوشش را تیز کرد و به فکر فرو رفت. صدای گنجهی که پیرزن باز کرد به گوشش رسید. جوان فکر کرد. لابو کشوبالاییه. کلید را هم از قرار معلوم تو جیب طرف راستش میذاره. همه دست کلید به حلقه فولادی آویزونه اون وسط هم کلیدی است که از همه بزرگتره سه برابر کلیدای دیگه و دندونه کنگری داره که البته مال گنجه نیست پس یه جعبه یا صندوقچه دیگه هم باید باشه جالبه که همه بسته ها کلید دارن اما راستی چقدر همه این کارا پسته پیرزن برگشت و گفت بفرمایید آقا جون از قرار روبلی ده کپیک در هر ماه بابت یک روبل و نیم در ماه میشه 15 کپیک به علاوه بابت دو روبل سابق هم از همین قرار از شما 20 کپیک کسر میشه روی هم رفته میشه سی و پنج کپیک از این قرار برای ساعتتون یک روبل و پونزده کپیک باید بگیرید بفرمایید بگیرید چطور حالا شد یک روبل و پونزده کپیک؟ بله همینطوره جوان چانه نزد و پول را گرفت به پیرزن خیره شد و در رفتن شتاب نکرد. مثل این بود که میخواست باز هم چیزی بگوید یا کاری بکند. اما خودش هم گویی نمیدانست چه میخواهد. آلیه نایوانب شاید من همین روزها باز چیز خوبی بیارم. یه جاسیگادی، همین که از دوستم گرفتم میارم. بعد ناراحت شد و سکوت کرد. خوب همون وقتم هم آقا جون صحبتشو میکنیم. راسکولنیکوف چون به سوی سرسرا رفت آنقدر که ممکن بود با بی گفت خداحافظ شما همیشه خونه تنها هستید خواهرتون نیست با اون چی کار داری جان؟ نه هیچ همینطوری پرسیدم شما حالا خدا حافظ آلینا ایوانونا راسکولنیکوف با ناراحتی محسوسی خارج شد ناراحتیش هر آن بیشتر میشد. از پله که پایین می اومد مثل اینکه از چیزی تعجب کند چند بار ایستاد و سرانجام همین که قدم به خیابان نهاد با صدای بلند گفت خدایا چقدر همین کارا تنفرآوره آیا ممکنه ممکنه که من و بعد با اطمینان اضافه کرد خیر این کار مزخرف و ابلهانه آیا ممکنه یک چنین فکر وحشتناکی به سرم اومده باشه و اما واقعا دل من استعداد چه کسافت هایی رو داره از آن مهمتر که این کار کسیف و پر ادبار بله پر ادبار و من تمام ماه رو اما با کلمات و با صدا نمیتوانست توانست تمام ناراحتی خود را ابراز دارد التهاب و انزجار بی نهایتی که هنگام رفتن نزد پیرزن بر قلبش فشار می و دلش را به هم می زده. اکنون به قدری شدید و تند شده بود که نمیدانست از این دلتنگی به کجا پناه برد در پیاده رو مانند مستان قدم بر می داشت و بیان که متوجه رهگذران باشد به آنان تنه میزد فقط در خیابان بعدی به خود آمد چون اطراف خود را نگریست دانست که در کنار مشروب فروشی است پلکانی از پیاده رو به مدخل مشروب فروشی یعنی به طبقه زیر زمین می رفت. درست در همان موقع دو نفر مست که به یکدیگر تکیه داده و دشنام می دادند از پله های آن وارد خیابان شدند. راسکولیکوف زیاد فکر نکرد و از پله ها سرازیر شد. تا این زمان هرگز به داخل میخانه ای نرفته بود. اما اکنون سرش گیج می رفت و تشنگی عذابش می داد. دلش می خواست قدری آبجو بنوشد. به خصوص که این ضعف ناگهانی خود را از گرسنگی می دانست. در گوشه تاریک و کثیف پشت میزی چسبناک جا گرفت. آبجو خواست و با ولع تمام لیوان را سر کشید. درد دلش آرام گرفت و افکارش قدری روشن شد و با امیدواری گفت اینا مزخرف، چیزی نیست که موجب ناراحتی بشه فقط اختلال مزاجه یک لیوان آبجو یه تک سخالی کافیه که در یک آن عقل رو محکم کنه فکر رو روشن کنه و اراده آدم رو پاور جا بخنه. آه که چقدر همه اینها ناچیزه اما با وجود این کلمات نفرت آمیز مثل اینکه ناگاهان از سنگینی وحشتناکی خلاصی یافته باشد چهره اش باز شد و با نگاهی دوستانه به حاضران نگریست لکن حتی در این لحظه هم به طور مبهم احساس کرد که این حالت او نیز کسالت آمیز است در این هنگام در میخانه عده کمی باقی مانده بودند و به غیر از آن دو مستی که در پلکان به او برخورده بودند دسته پنج نفری دیگری هم با آکارد اون و به همراهی زنی جوان خارج شدند پس از آنان محوت وسیعتر و ساکتتر مینمود باقی ماندند مرد مستی که هنوز خیلی خراب نبود و در مقابل لیوان آبجو نشسته بود و به نظر آمی می آمد. رفیقش هم که بسیار درشت و چاق و کاملا مست می نمود و ریشی سفید داشت با کتی کلوفت به روی نیمکت چرت می زد و گاهگاه مثل اینکه در عالم خواب بشکن بزند ناگاهان سیاه مست دستهای خود را از هم می گو و بیان که از جا برخیزد تنه خود را بالا میانداخت و چیز نامفهومی زیر لب می گفت و می کوشید اشعاری را به یاد آورد که از این قبیل بود یک سال تمام زنم و نوازش کردم یک سال تمام زنم و نوازش کردم یا بیدار می شد و می گفت از پادیاچسک رد می شدم رفیق قدیمم و دیدم اما هیچ کس شریک خوشی او نبود. دوست ساکتش به تمام این حرکات ناگاهانی حتی با خصومت و بی اعتمادی می شخص دیگری هم در اینجا بود که ظاهرا شبیه به کارمندان بازنشسته بود و به طرزی مخصوص مقابل جام خود نشسته بود و به ندرت جرعی می نوشید و به اطراف می نگریست. گفتی او هم حالتی نگران و مشوش داشت. راسکولنیکوف عادت به جمعیت نداشت و چنان که گفته شد به خصوص در این اواخر از هر اجتماعی گریزان بود اما اکنون ناگهان چیزی به سوی مردم می مثل این بود که تحول تازه ای در او رخ میداد که در ضمن کشش به سوی مردم را هم در او زیاد می کرده و قدری از دلتنگی شدید متوالی و التهاب غمانگیز یک ماهی خود فرسوده می نمود که برای یک آن هم که شده میخواست در دنیای دیگر هر دنیایی که باشد نفسی تازه کند از این رو با تمام کسافتی که در مشروع فروشی حکم فرما بود با کمال میل همچنان آنجا نشست صاحب میخانه در اتاق دیگری بود اما غالبا از جایی نامعلوم از پله ها پایین و به داخل اتاق اصلی می و پیش از اینکه خودش ظاهر شود چکمه های براغش بر که برگردان بزرگ و قرمزی داشت ظاهر میشد. شد. وی پالتوه بلند و جلیقه ابریشمی سیاه بسیار کثیفی بر تن داشت و کراوات هم نزده بود. صورتش را مانند قفلی آهنین گویی با روغن چرب کرده بودند. پشت پیشخان پسری چهارده ساله ایستاده بود و در کنارش پسر بچه ای جوانتر بود که اگر مشتریان چیزی میخواستند میداد. روی پیشخان خیارهای بسیار کوچک سوخاری سیاه و ماهی بریده دیده میشد و از همه اینها بوی بسیار نامطبوعی بر میخواست. هوا به قدری گرفته بود که نشستم غیر قابل تحمل می نمود و همه چیز به قدری بوی شراب میداد که گویی از همین هوا ممکن بود در پنج دقیقه مست شد. گاهی حتی میان اشخاص کاملا ناشناس، برخوردهایی روی می دهده که پیش از آن که کلمه ای بگویند در همان نظر اول احساس کششی به سوی هم می کنند. و اکنون در راسکولنیکوف هم درست چون این احساسی از دیدن مشتری که دور دست نشسته بود و به کارمندان بازنشسته نشسته میمانست ایجاد شد. جوان بعدن بارها این اثر اولیه را به یاد می آورده و آن را به نوعی الهام یا احساس درونی نسبت میداد. پیوسته به کارمند مینگریست. البته به دلیل آنکه کارمند هم سخت به او چشم دوخته بود و معلوم بود میخواست در صحبت را بگشاید. به دیگر کسانی که در مشروب فروشی بودند و حتی به خود صاحب میخانه مرد کارمند نگاهی عادی و حتی ملومت بار میافکند. که به بی اعتنائی متکبرانه ای آمیخته بود چنانکه گویی آنان از طبقه و محیط پایین اجتماع و او را با ایشان صحبتی نیست سن مرد بیش از پنجاه می نمود قدی متوسط و جسه نسبتا چاق داشت موهایش فلفل نمکی و سرش به مقدار زیادی تاس بود چهره ای از مستی دائم آماز کرده و زرد و حتی متمایل به سبز و پلکایی متورم داشت که از زیر آن چشمانی کوچک و سرخ و بیحال چون دو شکاف ریز درخشیدند. در وجودش چیزی غیرعادی بود در نگاهش حالتی چون خلصه دیده میشد و از آن حتی عقل و درایتی مشهود بود با این همه انگار اثری از, از دیوانگی داشت لباسی که برتن داشت عبارت از فراگ سیاه بود که کاملا پاره و دکمه هایش افتاده بود فقط یکی از دکمه ها باقی مانده بود که وی با آن لباس خود را دکمه می کرد تا معلوم شود که می خواهد از ادب دور نماند پیش سینه ای آهاری کسیف و چلوک شده و لکهدار از زیر جلیقه نخیش بیرون می آمد. صورتش به شیوه کارمندان اداری اصلاح شده بود اما چون مدتی از اصلاح آن می گذشت موهای سفید و زبری مانند موهای ماهود پاک بر چهره اش سبز شده بود حتی در حرکات او حالتی واقعا موقر شبیه به حرکات کارمندان اداری بود ناراحت به نظر می آمد موهای سرش را به هم می ریخت و گاه سر را با ملال خاطر به روی دو دست می نهاد و آرنجهای های خود را که از آسینهای های پارش بیرون می زد به روی میز چسبناک آلوده به شراب تکیه می داد. سرانجام مستقیما به راسکولنیکوف نظر کرد و با صدایی بلند و محکم گفت آقای عزیز آیا میتونم شما رو با صحبت معدبانه خودم مخاطب قرار بدم؟ هرچند سر و فوق ندارید اما تجربه به من میگه که شما آدم تربیت شده ای هستید و عادت به مشروب هم ندارید من همیشه به تربیتی که آمیخته با احساسات صمیمی باشه احترام میذارم بلا به خودم هم کارمند دولت بودم شهرتم مرمالدوف شغلم اجازه بدید بپرسم که آیا شما هم در خدمت دولت بودین؟ جوان که هم از چنین لحن پرپیچ و تاب و هم از سوالی به این سراحت و بی تکلف در شگفت شده بود جواب داد نه تحصیل می کنم و با وجود میلی که چندی پیش به مصاحبت با مردم داشت اکنون و اولین جمله که واقعا به او خطاب شده بود ناگاهان همان حس نامطبوع و عصبانیت و تنفری را کرد که معمولا نسبت به هر شخص ناشناسی که با او تماس می گرفت یا در صدد تماس گرفتن بود در خود احساس می کرد کارمند با صدای بلند گفت پس دانشجو یا از دانشجویان سابق هستید من همینطور فکر می کردم تجربه آقا جان تجربه پی در پی و به علامت تحسین انگشتش را به پیشانی نهاد دانشجو بودید یا در رشته علمی مطالعه می کردید اجازه بدید و از جای خود برخواست، تلو تلو خورد ظرف مزه و گیلاس خود را برداشت و با کمی فاصله در کنار جوان نشست مست بود اما پر آب و تاب و هوشمندانه صحبت می فقط گاهی در بعضی موارد رشته سخن را از دست میداد و پرچانگی میکرد. کرد. با ولعی خاص به راسکولنیکوف رویا آورد چنانکه گویی او هم یک ماه تمام با کسی صحبت نکرده بود. با لحنی نسبتاً پر تمتراغ گفت آقای عزیز نداشتم گناه نیست و این حقیقتی مسلم همچنین میدونیم که مسیح هم کار خوبی نیست. بله خوب هم میدونیم دونیم. اما بیچارگی آقای جان بیچارگی عیبه با نداشتن پول شما هنوز میتونید شرافت و احساسات باطنی خودتون رو حفظ کنید و حال که در بیچارگی هرگز هیچ کس نمیتونه چنین کنه بیچاره رو حتی با چوب بیرون نمیکنن با جارو از اجتماع انسان ها میرو بندش تا توهین بیشتری بهش کرده باشم و حق هم دارند چون در بیچارگی تنها خود من نیستم تا حاضرم به خودم توهین کنم شرابخاری هم از همین جناشی میشه آقای عزیز یک ماه پیش آقای لبزیا کف خانم منو به سختی کتک زد اما آخر خانم با من فرق داره ملتفت میشید اجازه بدی سوال دیگه هم لاقل به عنوان کنجکاوی از شما بکنم آیا هرگز در بلمی که مخصوص حمل کاه باشه به روی رودخانه نوا شب رو به آوردید؟ رسکولنیکوف پاسخ داد نه چنین پیش برام نکرده اما مقصود چیه؟ خب اما من از اونجا میام و پنجمی شبم هست که در این اسنا کارمند گیلاس را پر کرد و سر کشید و به فکر فرو رفت واقعا هم پرهای کاه به روی لباس و موهای وی به چشم میخورد احتمال قوی میرفت که پنج روز تمام لباسهایش را در نیاورده و دست و رویش را نشسته باشد دستایش به خصوص کثیف و چرب و قرمز بود و ناخونهای سیاه داشت. به نظر می رسید که سخنان او توجه همه را هرچند بکندی جلب کرده بود. پسرانی که پشت پیشخان ایستاده بودند هر هر خندیدند. صاحب گویا عمدن از اتاق فوقانی پایین آمد تا به حرفای آدم با مزه گوش بدهد و در حالی که با تنبلی اما با غرور خاص خمیازه می کشید. در کناری جای گرفت از قرار معلوم مارمالودوف را در اینجا مدت ها بود که میشناختند شاید هم علاقه و استعداد به این نوع سخنگویی را وی در نتیجه عادت به صحبت پیاپی پی با ناشناسان در قهوه خانه ها به دست آورده بود این عادت به سخن گفتن نزد بعضی از شراب خارن و به خصوص نزد کسانی که در منزل زیاد رو نمی بینند یا مورد تحکم قرار می گیرند تبدیل به احتیاج می شود و همین جهت هم در اجتماع شرابخاران اینان گویی همیشه می تا برای خود احقاق حقی یا چنانچه ممکن باشد کسب احترام می کنند صاحبخانه با صدای بلند گفت مسخره پس چرا کار نمی کنی؟ اگه کاروندی چرا خدمت نمی کنی؟ مرمالدوف این سوال را دستاویز قرار داد و در حالی که فقط راسکولنیکوف را مخاطب قرار داد مثل اینکه جوان از او سوال کرده باشد گفت چرا خدمت نمی کنم آقای عزیز چرا خدمت نمی کنم مگه دلم نمی سوزه از اینکه بیهوده خودم و این همه کوچک و خار میکنم. مگر مگه رنگامی که آقای لفزیت و نیکوف یک ماه پیش شخصا همسر منو کتک زد و منم مست افتاده بودم رنج نمی بردم اجازه بدید آقای جوان آیا برای شما پیش اومده که که بی هیچ امیدی پولی به قرض بخواید پیش اومده اما مقصودتون از بدون امید چیه؟ یعنی به کلین امید با علم قبلی به این که از این کار نتیجه نمیگیرید مثلا شما قبلا و به خوبی میدونید که این شخص این مرد به نهایت خوشنیت و خیر به هیچ وجه پولی به شما نخواهد داد چون میخوام بپرسم آخو بر چی بده اون که میدونه من پولشو پس نخواهم داد از روی دلسوزی بده اما آقای لبزیانده گفت که مراقب اندیشه های تازه است چندی پیش توضیح میداد که در زمان ما دلسوزی حتی از نظر علمی ممنوعه چنان که در انگلستان که علم اقتصاد حکم فرمایی میکنه مدتیه که از این نظر پیروی میکنن پس من از شما میپرسم آخه چرا پول بده؟ حال با اینکه شما قبلا میدونید که اون به شما چیزی نخواهد داد باز راه میافتید و پس دیگه چه رفتنی داره آخه کسی دیگری نیست به جای دیگه نمیتونید رو کنید آخه هر کس باید بتونه به یه جایی پناه بیاره چون مواردی پیش میاد که حتما لازم انسان بتونه به یک جا و هر جا که باشه بره دختر من زندگیش رو با جواز زرد میگذرونه جواز زرد جواز روسپیگریه این کلمات را مارمالادوف من جمله و در حالی که با ناراحتی به جوان مینگریست ادا کرد چیزی نیست همین که دید دو پسر بچه پشت میز پوز خندی زدند و صاحب میخانه تبسمی نمود فورا و با عجله اما با آرامش اضافه کرد چیزی نیست آقای عزیز چیزی نیست من از این سرتکون تکون دادن ها ناراحت میشم. چون دیگه مردم همه چیز رو میدونن و تمام اسرار فاش میشه و من نسبت به این امر هم حس تنافری ندارم بلکه رضا و تسلیم دارم باشه اینطور باشه آدم ایزاد این طوره اجازه بدید آقای جوون آیا میتونید اما نباید با کمتر واضحتر تر گفت نمیگم میتونید بلکه باید بگم جرت دارید همیالان که به من نگاه میکنید طور یقین بگید که من خوک نیستم جوان جوابی نداد ناطق پس از اینکه با کمال وقار منتظر شد تا صدای هرهر هر در اتاق خاموش شد ادامه داد خوب خوب گیرم من خوکم اما اون خانمه من صورت حیوانی دارم اما کاترینا ایوانونا همسر من شخصی تربیت شده و دختر سرهنگیه گیرم که من پست باشم اما اون هم روح بلندی داره و هم پر از احساساتیه که در اثر تربیت واجد نجابته و با این همه کاش دلش به حال من میسوخت آقای عزیز آقا جون آخه واجبه که هر انسانی لاقل کسی رو داشته باشه که برای اون دلسوزی کنه کاترینا ایوانونا گرچه خانم نیکوکاریه اما بی انصافه هرچند که من خودمم میفهمم که اگه موهای منو میکشه فقط از روی دلسوزیه، و چون با صدای خنده ای شنید، با وقار و سنگینی محکمی تکرار کرده، و آقای عزیز، بدون خجالت از آن میکنم که موهای منو میکشه و میکنه، اما خداوندا چه میشدگه حتی یک بار، ولی نه، همین ها بیودست و گفتن نداره، چرا اونچه چه میخواستم، بارها روی داده و بارها برای من دلسوزی کردم، اما، اما این دیگه از خصوصیات منه و من در ذات حیوانم صاحب میخانه در حال خمیازه گفت البته مرمالدوف مشت را محکم به روی میز زد و گفت این از خصوصیات منه میدونید؟ آیا میدونید آقای من که من حتی جورابای اون رو فروختم و با پول شراب خوردم؟ اشتباه نکنید که افشاشو نفروختم چون اگر رو میفروختم چندان عجیب نبود من جوراب جورابای اون رو صرف نوشیدن کردم رو سری اون رو هم که از کرک نرم بز بود و سابقا به اون هدیه داده بودن و مال خود اون بود نه مال من اون رو هم صرف نوشیدن کردم و حالا که ما در گوشه یه سردی زندگی میکنیم و اون در این زمستان سرما خورده و چند یک خون سرفه میکنه به علاوه سه بچه کوچک داریم و کاترینا ایوانونا از صبح تا شام مشغول کاره میشوره و میسابه و بچه ها رو تمیز میکنه چون از طفولیت به پاکیزگی خو گرفته اما با سینه ضعیف و مستعد به سل و من این رو خوب احساس میکنم مگه من حس ندارم هرچه بیشتر می نوشم بیشتر احساس میکنم. به همین جهتم هم می نوشم چون در این نوشیدن دنبال درد و عذاب هستم می نوشم چون میخوام عذاب بکشم با این سخنان سر خود را از روی نومیدی به روی میز خم کرد سپس دوباره سرش را بلند کرد و ادامه داد آقای جوان در چهره شما نوعی غم رنج میبینم همین که وارد شدید اون را دریافتم و به همین جهت فورا شما رو مخاطب خودم قرار دادم منظور از شهر زندگی خودم برای شما رسفا کردن خودم در برابر این بیکارها نیست اینا همینطورند بدون گفتن منم همه چیزو رو میدونن. من در پی شخصی حساس و تحصیل کرده هستم بدونید که همسر من در از مدارس ایالتی مهم نوجبا تربیت شده و در جشن فارغ و تحصیلی خودش رقصی با شال در مقابل استاندار و دیگران کرده و به این مناسبت مدال طلا و تقدیر نامه گرفته مدال؟ مدال رو هم فروختم مدتیه هم. اما تقدیرنامه هنوز در صندوق اون محفوظه و همین تازگی یا اون رو به صابخونه نشون داد با اینکه بین اون و صابخونه همیشه کشمکش کش شدیدیه اما میخواست پیش کسی به خود بباله و از روزهای خوش گذشته خودش صحبت کنه من این کار رو عیب نمیدونم نه هیچ عیب نمیدونم چون این تنها چیزیه که از خاطرات پیش برش باقی مونده و بقیه همه به باد رفته بله بله خانم یه با حرارت با و سرسخت کف و اتاق رو خودش میچوره و با نون سیاه میسازه اما نسبت به خودش اجازه بی احترامی نمیده و همین جهت هم خشونت آقای لبزیات نکوف رو نخواست به اون ببخشه و چون آقای لبزیات نکوف اونو به خاطر خشونتش زد اون بیشتر از قصه تا از درد زربات بستری شد بیوه بود که من گرفتمش و سه بچه داشت یکی از دیگری کوچکتر با شوهر اول خودش که افسر پیاده بود از روی عشق عروسی کرده بود و از خونه پدرش فرار کرده بود شوهرش رو بی نهایت دوست داشت اما اون رو به ورق بازی آورد و کارش به محاکمه کشید و مرد آخر کار خیلی زنشو میزد با اینکه کاترینا ایوانونا هم کوتاه نمیومد من این رو به طور یقین و از روی اسناد میدونم اما هر وقت شوهر سابقش رو به یاد میاره اشک در چشماش حلقه میزنه و منو به خاطر اون سرزنش میکنه من هم از این خوشحالم بله خوشحالم چون دست کم در تخیلات خودش سعادت از دست رفتش رو باز میبینه بعد از شوهر سابق خودش با سه بچه کوچک در شهرستانی دور افتاده و وحشی باقی مونده منم در اون زمان اونجا بودم اون در چنان بیچارگی نومیدانه ای بود که با اینکه من پیش آمد و یه گوناگون زیادی دیدم اما حتی از وصف اون آجزم خیشابندانش هم از اون رو برگردونده بودن به علاوه خودشم مغرور بود بیش از حد مغرور بود من در اون وقت آقای عزیز در اون وقت منم که زنم مرده بود و از زن خودم دختر یازده ساله داشتم تقاضای ازدواج با اون رو کردم چون تحمل دیدن چنان عذابی رو نداشتم از اینکه چنین زن تربیت شده و تحصیل کرده و از خانواده معروف حاضر شد با من ازدواج کنه میتونید به خوبی قضاوت کنید که بدبختیش تا چه حد بوده بله عروسی کرد گریه کنان و زاری کنان در حالی که دستای خودشو به هم میسایید زن من شد چون پناه دیگه ای نداشت میفهمید آقای عزیز؟ آیا میفهمید بی پناهی یعنی چی؟ نه شما این رو هنوز نمیفهمید و تمام سالها من با تقدس ایمان به وظیفه خودم رفتار کردم و دست به این نزدم مرد اشاره به نیم بطری کرد چون احساس دارم اما با همین کارم تونستم رو به دست بیارم لازم. از کارم کنار گذاشته شدم بی اون که تقصیری داشته باشم فقط به دلیل اینکه میخواستن کارمند رو عوض کنن اون وقت بود که دیگه شروع کردم یک سال و نیم پیش بود که آقابت بعد, بعد از دور ها و بدبختی های خیلی زیاد به این پای تخت زیبا که با مجسمه های بیشمار را آراسته شده رسیدیم در اینجا من کار پیدا کردم پیدا کردم و از دست دادم میفهمید؟ این دفعه تقصیر خودم بود که کارم رو از دست دادم چون تقدیر بود و حالا در گوشه خونه ساب خونمون آمالیا فدرونا زندگی میکنیم اما از چه زنده ایم و چطور اجاری محل رو میدیم نمیدونم خیلی به غیر از ما همونجا هستند اینجا شهر وحشتناکیه بله در زم دختر من بزرگ شد دختری که اصلا اول داشتم چه مصیبتی این دختر بیچاره من از زن پدر خود کشید تا بزرگ شد از این بابت چیزی نمیگم چون با اون که کاترینا ایوانو از احساسات بزرگواران است اما خانمی آتشین و عصبی مزاج از کوره در میره بله اما از به خاطر آوردن اون چه سود سونیا دخترم چنان که میتونی تصور کنید تربیت و تحصیل به خود ندید چهار سال پیش خواستم خودم بهش جغرافیا و تاریخ عالم و یاد بدم اما چون اطلاعاتم در این علوم پایه قرصی نداشت و راهنمای خوبی هم نداشتم نتونستم آخ که من چه کتابایی داشتم هم. اون کتابا دیگه نیستن به این ترتیب کار آموزش ما به همینجا پایان پیدا کرد یعنی سر درس کوروش پارسی متوقف شدیم بعدا که اون به سن بلوغ رسید چند کتاب رمان خوند و تازگی هم توسط آقای لب زیادنیکوف کتاب زیست شناسی لوئیس رو آیا اونو میشناسید با توجه کامل خوند و حتی قسمت هایی از اون رو به گوش ما رسوند این تمام تحصیلاتش حالا آقای عزیز با این سوال شما رو مخاطب قرار میدم آیا به نظر شما دختری فقیر و نجیب میتونه شرافتمندانه پول زیادی کسب کنه هر قدرم جون بکنه باز اگر نجیب باشه و استعدادهای مخصوصی نداشته باشه در دو تا پونزه کپی درمد در نخواهد داشت همین گوش پشت ایوان ایوانویچ که نمیدونم اسمشو شنیدید یا نه نه تنها پول دخت نیم دو جیم هلندیش رو به بهانه اینکه یقه پیرنا کجه و به اندازه دوخته نشده تا به حال نداده بلکه با توهین و در حالی که پاشو به زمین میکفت و دوشنام میداد سونیا را از اونجا بیرون کرد بچه هم گرسنه بودن و کاترینا ایوان هم دستهای خودشو از قصه به هم میمالید و دو اتاق راه میرفت و به روی گونه هاش لکه های سرخ که همیشه با این مرض همراه نمایان میشد مثل این که میخواست بگه تا بیکاره پیش ما زندگی میکنی میخوری مینوشی و از گرما استفاده میبری اما چه خورد و خوراکی وقتی حتی بچه ها در سه روز تکنونی نمی بینن. من اون وقت خوابیده بودم چی بگم؟ من خوابیده بودم و شنیدم که سونیای من اون خیلی مظلومه و صداشم محجوب و آرومه موهاش بوده چهرش همیشه رنگ پریده و لاغره میگه خب کاترینا ایوانونا آیا من واقعا باید به اون کار تن در بدن اینو بگم که داریا فرانسونا که زن بدخواهی بود و پلیس همون رو خوب میشناخت سه بار توسط صابخونه سراغ ما رو گرفته بود کاترینا ایوالونا با تمسخر گفت پس چی از حفظ این گنجینه چه سود اما آقای عزیز اونو محکوم نکنید نه نه محکوم نکنید این حرفا در حال سلامت گفته نشده بود بلکه در پریشانی در بیماری وقتی که گریه بچه های گرسنه به گوشش می رسید تازه با نیشخند گفته شده بود نه به معنی واقعی کلمات شناخه خلق کاترینا ایوانونا این طوره. و همین که بچه ها گریه کنن حتی اگر به دلیل گرسنگی باشه فورا اونها رو می زنه. اون وقت در حدود ساعت شش دیدم سونیا یه عزیز من بلند شد رو سریشو برداشت و نیم تنشو به تن کرد و از منزل خارج شد و از ساعت نه به خونه اومد و یه راست پیش کاترینا ایوانونا رفت و بی صدا سی روبل جلو اون گذاشت حتی یک کلمه هم نگفت کاش لاقل نگاهی میکرد نه فقط پتوی پشمی نازک سبز ما رو برداشت این پتوی که هم از اون استفاده میکنیم سر صورت خودش رو با اون پوشوند و روی تخت خواب دراز کشید و رو رو به دیوار کرد فقط شونه های کوچک و تنش مرتب تکون میخورد من مثل سابق به همون وز دراز کشیده بودم اون وقت دیدم آقای جوون دیدم بله دیدم که کاترینا ایوان هم بدون اینکه کلمه ای بگه نزدیک بستر سونیا رفت و تمام شب رو در مقابل پاهای اون زانو زد اونا رو می و نمیخواست بلند شه بعد هم هر دو با هم به خواب رفتم در آغوش هم هر دو با هم بله با هم بله و من مست افتاده بودم مارمالادوف ساکت شد مثل این بود که صدایش برید بعد ناگان با شتاب کمی مشروب را در جام ریخت و خورد نالهای کرد و پس از کمی سکوت ادامه داد از اون زمان آقای من از اون زمان به موجب اتفاق سو و به دلیل خبرچینی اشخاص بدخواه داریا فرانسب در این کار دست داشت چون به دلیل احترام کمی که به اون می کردم کی نی در دل داشت از اون زمان دخترم سوفیا سیمیونوبنا مجبور به دریافت کارت زرد شد و به این جهت دیگه نمیتونست با ما بمونه به علاوه صابخونه آمالیا فدرونا هم با موندن اون موافقت نمیکرد هرچند که سابقا خودش به داریا فرانسوونا کمک کرده بود آقای لبزیادنکوف اتفاقا ماجرای بین اون و کاترینا ایوانفنا بر سر سونیا اتفاق افتاد اول خودش از سونیا درخواستایی داشت و بعد ناگهان غرورش بالا گرفت که عجب من که شخصی چنین با تربیت و با معلومات هستم تا با چنین زنی در یک منزل زندگی کنم و کاترینا ایوانفنا این توهین رو به او نبخشید طرفداری کرد و اون چه میدونید شد حالا سونیا بیشتر در تاریکی به ما سر میزنه و به کاترینا ایوانونا کمک میکنه پولی رو که با خون دل تهیه میکنه به ما میرسونه اما منزلش پیش کابرنا و خیاته آپارتمانی از اون اجاره کرده کابرنا لکنت زبون داره و تمام خانواده بیشمارش هم لکنت زبون دارن سنشم هم لکنت داره همشون توی اتاق زندگی میکنن سونیا اتاق جداگانه ای داره اتاق کنار پستویی <محن> بله مردمی بیچاره و با, با لکنت زبان بله صبح روز بعد بلند شدم لباسای پاره خودم رو پوشیدم دستا رو به طرف آسمان دراز کردم و پیش جناب اشرف ایوان آفناسویچ رفتم آیا شما جناب اشرف ایوان آفناسویچ رو میشناسید؟ نه؟ پس آدم خداگونه رو نمیشناسید. اون در مقابل سیمای الهی مثل مومه اون مثل موم در مقابل خدا آب میشه بعد از اینکه همه چیز رو شنید و اشک در چشماش حلقه زد و گفت خب مرمال دف. یه بار منو در انتظاری که داشتم فریب دادی یک بار دیگه هم تو به مسئولیت خودم میپذیدم اینم همین طور گفت این رو به یاد داشته باش برو من خاک پای اونو در عالم خیال بوسیدم چون در عمل که اجازه چنین کاری رو نمیداد آخ مرد بلند پایه ای بود که افکار سیاسی و تربیت نو داشت به منزل برگشتم و همین که اعلام کردم دوباره به خدمت گمارده شدم و حقوق بگیر شدم خدا میدونه که چه ها کردند مرمال دوف باز با ناراحتی شدید صحبتش را قطع کرد در این موقع دسته ای از شراب که همه ای آنان کاملا مست بودند از کوچه وارد فروشی شدند و در آستانه در صدای ساز و آواز نارسای بچه های هفت ساله که ترانه کلبه کوچک را میخواندند بلند شد. میخانه شلوغ شد. صاحب مشروب فروشی و خدمتکارم به تازه واردان پرداختند. دوف بدون توجه به تازه واردان به داستان خود ادامه داد. به نظر می که دیگر سخت از حال رفته است. اما هرچه مستر میشد پرحرفیش بیشتر گل می کرد خاطره کار موفقیت ها میز چندی پیش مثل این بود که او را سر حال آورده بود به طوری که درخشندگی خاصی در چهره اش نمایان شد کلی گفت با دقت گوش می داد. این واقعه آقای من پنج هفته پیش بود بله همین که کاترینا ایوانونا و سونیا هر دوشونی مطلب رو دونستم، و خداوندا گویی در سرزمین الهی جایی پیدا کردم سابقا مثل حیوان می افتدم و فقط و فقط فحش در کار بود اما حالا همه که پنجه راه می رفتند. بچه ها را آروم میکردند میگفتن خسته شده استراحت میکنه هیس از اون به بعد قبل از رفتن سرکار به من قهوه میدادند سرشیل گرم میکردند سعی میکردن سرچی تقلبی نباشه میشنوید و از کجا تونستن یازده روبل و پنجاه کوپیک جمع کنن نمیدونم چکمه پیش سینه از چلوار آهار زده بسیار خوب لباس فرم همه اینها رو با یازده روبل و پنجاه کوپیک به طرز بسیار آبرومندی درست کردم روز اول که از کار برگشتم دیدم کاترینا ایوانونا دو نوع غذا پخته سوپ و خوراکی از گوشت خوک با سوسیسی مخصوص از ریشه خردل که تا اون وقت حتی فکرش رو هم نمی کردیم. لباس که اصلا در بساط نبود یعنی واقعا هیچ نداشت اما اون روز مثل اینکه که بخواد به مهمونی بره تغییر لباس داده بود اونم نه لباس معمولی از هیچ میتونه همه چیزهای خوب و بسازه سریشون زده یقه کوچک تمیز و سردست کوچکی فراهم کرده بود به کلی آدم دیگری از آب در اومده بود هم جوان شده بود و هم زیبا سونیا کبوترمم فقط با پول دادن کمک می کرد می حالا تو مدتی خوب نیست من زیاد پیش شما بیام مگر در تاریکی که کسی نبینه میش نبید. اومدم بعد از نهار بخوابم چه خیال میکنید کاترینا ایوانونا دیگه طاقت نی برد و با اینکه هفته پیش تازه با صاحب اما درف ادروونا حسابی دعوا و قهر کرده بود حالا بر صرف قهوه دعوتش کرد دو ساعت با هم نشستند و همش درگوشی با هم حرف زدند بله حالا دیگه سیمون زخارویچ سر کار به حقوق میگیره و شخصا به حضور جناب اشرف رسیده و جناب اشرف خودش به استقبال اون <تصال> اومده <تصال> و به همه دستور داده که منتظر بمونن فقط دست سیمون زخارویچ رو گرفته و در مقابل همه به اتاق کار خودش برده میشنوی؟ ها؟ و بعد گفته البته سیمون زخارویچ من خدمات شما رو به یاد دارم و هرچند شما دچار ضعف شدید که ناشی از بیم اما چون حالا قول دادید و بلاوه بدون شما کاروارم مختل شده میشنوید خوب میشنوید به این جهت حالا به قول شرفی که دارید امیدوارم یعنی به شما بگم همه اینا رو از خودش در برده بود نه خیال کنید از روی بیفکری یا فقط به خاطر لاف زدم نه خودش به همه اینا عقیده داشت به خدا با تخیلات دل خودشو خوش میکرد و من هم محکومش نمی کنم خیلی. این رو هیچ عیب نمیدونم وقتی که شش روز پیش اولین حقوقم یعنی تمام بیست و سه روبل و چهل کپیک رو آوردم به من میگفت ماهی کوچولو گفت ماهی کوچولو من هستی وقتی تنها بودیم این حرف رو زد میفهمید که آخه دیگه چه لطفی در من هست چه شوهری هستم نه حتی گونم رو نشکون گرفت و گفت عجب ماهی کوچولویی مرملدوف صبر کرد خواست تبسمی میکند کند اما چانهش پریدن گرفت و این همه هر طور بود به خود مسلط شد این قوه خونه و داستان پنج شب بر روی کشتی های باری با بطری عرق گذراندن و در ضمن چنین عشق غیرعادی به زن و خانواده داشتن مخاطب او را سخت حیران می کرد. راسکلینکوف با دقت ولی با احساسات دردناک گوش می داد. خشمگین بود که چرا اصلا به اینجا آمده است. مارمالدوف به خود آمد و گفت آقای عزیز آقای عزیز شاید همه اینا برای شما خنداور باشه چون که همطور که برای دیگران اینطوره و با این مزخرفات و جزیات ناچیز زندگی خانواده خود فقط شما رو ناراحت میکنم اما برای من خنداور نیست چون من همه اینها رو میتونم احساس کنم در تمام مدت اون روز بهشتی زندگی و در تمام طول اون شب من خودم در تخیلات شیرینی غرق بودم یعنی فکر میکردم چطور همه کارها رو مرتب خواهم کرد بچه ها رو لباس خواهم پوشوند برای زنم راحتی فراهم خواهم کرد و دختر تنی خودم رو از بیشرافتی به آغوش خانواده بر میگردونم و خیلی چیزها خیلی چیزها مارمالتوف ناگهان گویی تکانی خورد و سر را بلند کرد و با سماجت به شنونده خود نگریست خب اما روز بعد پس از تمام این آرزوها و این درست پنج شبانه روز پیش بود با حیل ای مزوران مثل دوست شبون کلید صندوق کاترینا ایوانوفنا رو رو بودم و هرچه از حقوقی که آورده بودم و باقی مونده بود برداشتم چقدر بود دیگه به یادم نیست حالا به من نگاه کنید اون پول تموم شد روز پنجم که از خونه رفتم و اونا به دنبالم میگردم کار شغلم تمومه و لباس رسمی رو هم در عرق فروشی نزدیک پول مصری جا گذاشتم و به جای اون این لباس ها رو گرفتم همه چیز تموم شد مارمالدوف با مشت به پیشانی خود زد دندان ها را کلید کرد چشم ها را بست و با تمام سنگینی تن آرنج را به میز تکیه داد اما پس از لحظه ای چهره اش ناگاهان تغییر کرد و با نوعی رندی عمدی و پررویی ساختگی نگاهی به راست کلینکوف کرد خندید و گفت امروزم پیش سونیا بودم تا برای رفع خماری می پولی بخوام یکی از تازه باردن که کناری نشسته بود فریاد کرد یعنی ممکن پولی داده باشه و سپس از بن حلق خندید مارمالدوف تنها راسکلینکوف را مخاطب ساخته و گفت همین نیم بطری هم از اون پول خریدم سی کپک بیرون آورد با دست خودش آخرین پولش بود هرچی داشت داد خودم دیدم چیزی نگفت بی صدا به من نگاه کرد آیا در تمام روی زمین کسی اینطوری رفتار میکنه؟ شاید در اون بالا بالاها دلسوزی میکنن در آسمونا و به جای سرزنش و توبیخ گریه میکنن و این دردناکتره خیلی دردناکتره اگر سرزنش نکنن سی کوپیک بله خودش هم حالا به اونا احتیاج داره هم؟ عقیده شما چیه؟ آقای عزیز آخون باید مراعات نظافت رو بکنه و اون نظافت مخصوص پول میخواد میفهمی؟ به علاوه احتیاج به سرخاب دامن آهاری کفش ظریف شکیل هست تا بتونه پاها رو بلندتر بکنه و اونها رو در معرض نمایش بذاره میفهمید آقا؟ میفهمید معنی این پاکیزگی چیه؟ میفهمید معنی این نظافت و به ظاهر رسیدن چیه؟ خب اون وقت من پدر تنی اون این سیکوپیک رو برای رفع میزدگیم ازش دزدیدم و با اون باز مشغول نوشیدن شدم همه رو صرف عرق کردم تموم شد خب حالا کیه که برای مثل منی دلسوزی کنه ها؟ شما حالا دلتون برای من میسوزه یا نه؟ بگید آقا دلتون میسوزه یا نه؟ <applause> مرد خواست باز هم گیلاسی را پر کند اما چیزی باقی نمانده بود نیم بطری خالی بود صاحب میخانه که اتفاقا از کنار آنها میگذشت فریاد زد تو که دلسوزی نداری صدای خنده و حتی دشنام برخواست این خنده و دشنام از شنوندگان بود و از آنهایی که به همه مطالب گوش نمی دادند بلکه فقط به هیکل کارمند بازنشسته نگاه می کردند مارمالدوف نگاهان در حالی که دستها را به جلو دراز کرد با لحنی الهام مثل اینکه فقط منتظر این کلمات بود نعره دلسوزی چرا دلتون برام بسوزه تو میگی چرا دل کسی بر من بسوزه بله دلیلی نداره برام دلسوزی کنند منو باید به صلیب بکشند به صلیب نه اینکه برام دلسوزی کنند پس به صلیب بکش ای قاضی به صلیب بکش و بعد از اون دلسوزی کن اون وقت من خودم برای مسلوب شدن به پیشت میام چون که من تشنه خوشی نیستم بلکه دنبال غم و اشکم تو خیال میکنی؟ ای کافچی که این نیم بطر تو موجب لذت من شد غم و رنج و تو ته دلم جستجو میکردم غم و اشک و و چشیدم اونم به دست آوردم اما اون کسی دلش به حال من میسوزه که برای همه دلش بسوزه اون کسی که همه کس و همه چیز رو خوب میفهمه اون یکیه اون هم پروردگاره در روز موعود میاد و میپرسه کجا اون دختری که برای زن پدر ظالم و مسلول و به خاطر اطفال قریب و خرد سال خودش و فروخت کجاست اون دختری که برای پدر جسمانی خودش که مست و بیکار است بدون ترس از وحشیگریهاش دلسوزی کرد و باز میگه بیا یک بار تو رو بخشیدم یک بار بخشیدمت حالا همه ی گناهان تو رو میبخشم چون با محبت هستی خواهد بخشید میدونم که خواهد بخشید من این رو وقتی پیشش بودم در قلبم احساس کردم و خداوند نسبت به همه داوری خواهد کرد و همه رو خواهد بخشید همه نیکان رو ظالمان رو عاقلان و افتادگان رو و چون کار همه رو تموم کرد اون وقت به من خواهد فرمود تو هم بیرون بیا بیا بیرون بیا, بیا به سمت من ای مستان بیرون بیاید ای ضعیفان بیرون بیاید ای گناهکاران و ما همه بیرون میاییم و می و اون بهمون به میگه شما خوکانید صورت حیوان دارید با این حال شما را هم بخشیدم بیایید اون وقت فرزانگان همه به صدا در میان و خردمندان با هم میگن که خداوندا برای چه اینها رو قبول میکنی و میبخشی و اون میگه اینها رو میپذیرم ای فرزانگان اینها رو میپذیرم ای خردمندان چون هیچ کدوم از اونها هرگز خودشون رو شایسته این لطف من نمیپنداشتند اون وقت دستای خودشو به طرف ما دراز خواهد کرد و ما به اون بوسه میزنیم و گریه میکنیم و میفهمیم اون وقت همه چیز رو میفهمیم و همه خواهند فهمید حتی کاترینا ایوانفنا اون هم خواهد فهمید خداوندا اون زمان زودتر برسون مارمالدوف بی آنکه به کسی بنگرد بی توش و توان به روی نیمکت فرو افتاد گویی اطرافیان را فراموش کرده به فکر عمیقی فرو رفته بود کلماتش اثر مخصوصی کرد لحظه ای سکوت حکم فرما شد اما به زودی صدای خنده های سابق و دشنام ها به گوش رسید داوری کرد خب به هم بافت کارمند و غیره با غیره مارمال دفت ناگهان سر را بلند کرد خطاب به راسکلینکوف گفت بریم آقا منو برسونید منظرم در کزله توی حیات. دیگه باید پیش کاترینا ایوانونا برگردم مدتی بود که راسکلینکوف خیال خارج شدن را داشت اتفاقا خودشم به فکر کمک به این مرد افتاده بود چون به راه افتادند معلوم شد پاهای مارمالدوف به مراتب ناتوانتر از نیروی بیانش است به این جهت به سختی به جوان تکیه کرد تمام راه دویست سیصد قدم بیشتر نبود هرقدر که به منزل نزدیکتر میشدند ناراحتی و ترس بیش از پیش بر مرد مز چیره میشد با نگرانی زیر لب گفت من از کاترینا ایوانونا نمیترسم با اینکه موهای منو خواهد کشید ولی نمیترسم مو چیه ما زخرفه این رو من معتقدم اصلا بهتره که موهام رو بکنه من از این نمیترسم من از چشماش میترسم بله از چشماش از لکای های سرخ میترسم و همچنین از نفسش میترسم آیا دیدی بیماری که این مرض رو دارن اگر احساساتشون تحریک بشه چطوری نفس میکشن از گریه بچه ها میترسم چون اگر سونیا به اونها غذا نداده باشه نمیدونم چه شده نمیدونم اما از کتک نمیترسم بدون آقا که چنین کتکایی برای من دردناک نیست بلکه لذت بخشه چون بدون اون اصلا کارم نمیگذره اینطور بهتره بزار بزنه و عقده دلشو خالی کنه اینطوری بهتره خب اینم خونه خونه کازل نجار آلمانی متمول بریم تو از حیات داخل شدند به طبقه چهارم رفتند راپله هرچه پیش میرفت تاریکتر میشد تقریبا ساعت یازده بود و که در این فصل پترزبورگ شب واقعی ندارد اما بالای پلکانها خیلی تاریک بود در کوچک دود زده ای بالا در انتهای پلکانها باز بود ته شمعی اتاق بسیار محقری را که به طول ده قدم بود روشن می کرد. تمام آن از سرسرا پیدا بود همه چیز به خصوص کهن پاره های بچگانه که در آن پراکنده بود در مقابل زاویه ی عقب اتاق ملافه پر سوراخی کشیده شده بود که پشت آن به احتمال قوی تخت خواب قرار داشت. در خود اتاق فقط دو صندلی، یک نیمکت رو مشمعی بسیار پاره و یک میز کهنه آشپزخانه از چوب بد و رنگ نشده و بدون رومیزی در مقابل نیمکت دیده میشد. گوشه ی میز تهمانده شمعی در شمدان حلبی میسوخت. از قرار معلوم مرملتوف در خود اتاق جا داشت نه در گوشه ای آن اما اتاقش راهرو بود در که به اتاقها یا بهتر بگوییم به لانه های دیگری که منزل آمالیا و کزل را تشکیل میداد راه داشت نیمه باز بود و از آنجا سر و صدا و داد و فریاد به گوش می رسید می خندیدند گویا برق بازی میکردند و چای می خوردند و گاه الفاظی رکیک بیتعارف از آنجا به بیرون راه مییافت راسکلینکو فورا کاترینا ایوانونا را شناخت زنی بود بسیار لاغر و باریک و نسبتا بلند قامت و متناسب با موهای خرمایی که هنوز بسیار زیبا مینمود و بر روی گونههایش واقعا دو لکه سرخ نقش بسته بود کاترینا ایوانونا دستها را به روی سینه چسبانده در اتاق کوچک خود قدم میزد لپایش خشک و نفسش مقطع و ناهموار بود چشمانش چنان که گویی در تب باشد می درخشید. اما نگاهش خشن و بی حرکت بود و چهره نگران مسلول او در پتو نور لرزان آخرین روشنایی شمع به آخر رسیده حالت چهره بیماران را داشت به نظر راز کلینکوف سی ساله می نمود و واقعا جفت مارمالدوف نبود زن اصلا متوجه تازه واردان نشد و صدای آنان را نشنید. به نظر می رسید که در نوعی بیهوشی بود که نمی شنید و نمی دید. با اینکه هوای اتاق خفه بود، با این همه پنجره را نگشوده بود. از پلکان ها بوی گند می آمد، اما دری که به پلکان راه داشت بسته نبود. از اتاقهای مجاور، از لای در نیمه باز، امواج دود توتون به داخل اتاق می آمد. زن صرفه می کرد اما در را نمی بست. کوچکترین دختر بچه که شش ساله می بود چون باطمه زده و کز کرده بود. در حالی که سرش را روی نیمکت گذاشته بود روی زمین به خواب رفته بود. پسری که یک سال از او بزرگتر به نظر می رسید در گوشه ای می لرزید و می گریست. گویا تازه کتک خورده بود. دختر بزرگتر که نه ساله و بلند قامت و مثل چوب کبریت باریک می نمود روپوشی کهنه به روی شانه های لخت خود انداخته بود این روپوش را لابد دو سال پیش برایش دوخته بودند چون اکنون به سر زانوهایش هم نمی رسید دختر در کنار برادر کوچک خود در گوشه ایستاده و دستهای دراز خشک چوب کبریت مانند خیش را به دور گردن برادر تنگ حلقه زده بود گفتگوی او را ساکت می کرد. چیزی به گوشش زمزمه می کرد و همه گونه کوششی می کرد تا مبادا پسرک باز نقنق را سر دهد. در زن با چشمان بسیار درشت و پررنگ خود که بر روی چهره لاغر و وحشت زده او بزرگتر هم می نمود با ترس مواظب مادر خیش بود. مارمالدوف بدون اینکه داخل اتاق شود در آستانه در بزانو درآمد و راسکلینکوف را به داخل هل داد. زن که چشمش به مرد قریب افتاد با بیهواسی در مقابل او ایستاد بعد از لحظه ای به هوش آمد و گفتی به این فکر افتاد که چرا او وارد شده است اما لابد بیدرنگ تصور کرد که میخواهد به اتاقهای دیگر برود چه اتاق آنها راهرو و گذرگاه بود با این فکر بی که توجهی به مرد بکند زن به طرف راهرو رفت تا در را ببندد و ناگهان از دیدن شوهر خود که درست در آستانه در زانو زده بود فریادی کشید و با عصبانیت بانگ برداشت که ها برگشتی دیوونه زنجیری هیوون پولا کجاست تو جیبات چی هست نشون بده ببینم لباستم عوض شده لباس خودت کو پولا کجاست حرف بزن و فورا شروع به گشتن جیبهای شوهر کرد مارمالادوف در حال رضا و تسلیم بیدرنگ دست ها را از هم گشود و به اطراف دراز کرد تا به این وسیله بازرسی جیب ها آسانتر شود. حتی یک کوپی کم پول نمانده بود. زن فریاد میزد. پس پولا کجاست؟ خدایا. یعنی همه اونا رو به باد داده. آخه دوازده روبل تو صندوق بود. و بعد نگاهان با منتهای عصبانیت به موهای او چنگ زد و به داخل اتاق کشندش. مارمالدوف برای اینکه زحمت زن را کم کند مطیعان با سر زانو به دنبال وی خزید و در حالی که موهایش کشیده میشد یکی دو بار پیشانیش به زمین خورد مارمالدوف با صدای بریده بانگ میزد این اسباب لذت منه این درد و رنج نیست این لذت آقای عزیز بچه ای که روی زمین خوابش برده بود بیدار شد و به گریه افتاد پسری که در گوشه ایستاده بود طاقت نیاورد لرزید فریاد زد و خود را با وحشت و تقریبا در حال قش به آغوش خواهرش انداخت دختر بزرگتر از شدت بیخوابی چون برگی میلرزید زن بیچاره با نومیدی فریاد میزد بازم خوردی همه رو بالا کشیدی لباستم اون که بود نیست و با دستایی که از شدت عصبانیت به هم میسایید و نزدیک بود بشکند بچه ها نشان داد گرس نه اینا گرس نه این جونه برای ملعون و هم به راست کف حمله بر شد و گفت و شما شما خجالت نمی کشی که از عرب خروشی می آی با اون خونی خودی گم شو جوان بدون اینکه کلمه ای به زبان آورد در رفتن شتاب کرده در زم دری که به اتاقهای دیگر راه داشت به کلی باز شد و از میان آن صورت چند نفر کنجکاو دیده شده چند سر و کله با سخنانی بی شرم خنده کنند و سیگار و چپق به دهان و شب کلاه به سر به داخل اتاق کشیده شدند هیکل هایی که لباس خانگی جلو بازی بر تن داشتند یا با لباس های تابستانی بازی بدن خود را پوشانده بودند برخی ورق به دست دیده می شدند خنده آنها هنگامی که زلف های کشیده می شد. و او به روی زمین می خزید و فریاد میزد که این اسباب لذت من است به خصوص از ته دل بود بعضی ها حتی کم کم داخل اتاق میشدند. شدند ناگهان فریادی بلند شد آمالیا از میان جمعیت عبور کرده به خیال خود برای برقراری نظم میآمد. به کاترین گفت دفعه صدمه که میگم باید اتاق رو خالی کنی این اختار با کلمات زلنده و فحشایی همراه بود راسکولنیکوف بقیه یک روبلی را که در میخانه خورد کرده بود پیش از آنکه برود پولهای مسی را از جیب بیرون آورده و بدون اینکه کسی ببیند آن را کنار پنجره گذاشت ولی وقتی که به پله رسید از سخاوت خود پشیمان شد چیزی نمانده بود که دوباره برگردد با خود فکر میکرد چه موقتی کردم اون سونیا رو دارم ولی من کسی را ندارم فکر کرد که نمیتواند برگردد پول را پس بگیرد و اگر بتواند پس بگیرد هم بر نخواهد گشت پس تصمیم گرفت راه خود را ادامه دهد هنگامی که در کوچه راه میرفت با لبخند تلخی دنبالی افکار خود را گرفت سونیا به لوازم آرایش احتیاج داده این نظافت و آرایش برای اون گردون تموم میشه معلومه امروز سانیا کسی رو پیدا نکرده شکار مرد هم که مثل شکار حیبون وحشیه ممکن انسان دست خالی برگرده اگر پول من به اونا نرسیده بود حالشون زار بود اه ولی سونیا گاو شیرده اوناست از اون استفاده میکنن برای اون اهمیت نداره عادت کردن ابتدا کمی گریه کردم و بعد عادت کردن انسان بی غیرته و همه چیز عادت میکنه راسکولنیکوف در فکر فرو رفت اگه من دروغ میگم اگه انسان بی غیرت و ترسو نیست باید ترس و خرافاتی رو که مانع کارش از پیش پا برداره